در پژواک، داستان زنی که از مردگان برخاست. گفتگوی هفته، تأثیر مسیحیت بر دنیا. دوستان عزیز سلام بهتون میگیم و خدا رو شکر برای یک روز تازه، یک پنجشنبه شب دیگه با برنامه پژواک. ادوین کشیش آبنوس هستم و برنامه شماره 75 پژواک رو خدمت شما عزیزان داریم. خوش آمد میگیم به همه شما عزیزان. امروز با موضوع مسیحیت و تأثیر مسیحیت در دنیای امروز با هر خدمت شما خواهیم بود. یکی دو هفته گذشته قرار بود در مورد این مسئله صحبت بکنیم، ولی به خاطر اینکه پرسش های مقدار طولانی شد نتونستیم این بخش رو با هم دیگه بپردازیم. امروز برگشتیم با مهمان عزیز برادرمون فریبرز انصاری در طی برنامه این قسمت رو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد. من خواستم بگم مهمان سورپرایز دیگه، شما اسمشون هم گفتید. بعدا فریبرز امروز با ما خواهم بود. اینو که گفتم من. آره ولی چون گفتید علاقمندان به برنامه پژواک حتما ایشون رو میشناسید. این فرصتی هست که اگه دوست دارید با ایشون از نزدیک صحبتی هم داشته باشید، منتظر تلفن ها و تماس های شما خواهیم بود. برنامه به صورت زنده برای شما پخش خواهد شد. بنابراین تلفن ها باز، اگر اهل فیسبوک و یاهو مسنجر هستید میتونید تلفن ها و پیغام های شما رو از اون قسمت هم بگیرید و با شما در ارتباط باشیم. سوال هفته نداریم این هفته، هنوز منتظریم که بقیه جایزه ها رو که قراره بفرستیم عزیزان دریافت بکنن و بعد دوره جدید کتاب ها که به دستمون رسید خدمت شما خواهیم فرستاد. بله پس با ما باشید. دوست داریم از اخبار بگیم یا بریم سراغ جنیفر جان؟ بذاریم اول ایشون اخبار رو بگه، جنیفر جان ما کمک میکنه بعد بخونیم. جنیفر جان منتظر. با درود بر شما بینندگان گرامی، جنیفر هستم و از شما دعوت میکنم به گزارش این هفته پژواک توجه فرمایید. ساختمان مجلس و وزارت کشور لیبی توسط طرفداران اپوزیسیون تومه حریق شد. همچنین ساختمان رادیو و تلویزیون نیز ویران شده و به غارت رفته است. فرزند معمر قذافی مردم را تهدید به کشتار کرده و گفت اگر لازم باشد حکومت تا آخرین نفر میجنگد. ارکان قدرت قزاقی دیکتاتور لیبی به لرزش درآمده است. مجلس و وزارت کشور در آتش می‌سوزد و ساختمان رادیو تلویزیون به غارت رفته است. بسیاری از ساکنان چابلوس پایتخت لیبی گفتند که از شامگاه یکشنبه تا صبح دوشنبه صدای تیراندازی در سطح شهر شنیده می‌شده است. به گزارش خبرنگار فرستنده تلویزیونی الجزیره، صبح دوشنبه مشاهده شده که شمار زیادی از پاسگاه‌های پلیس پایتخت در آتش می‌سوزند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از الجزیره، بیمارستان‌ها اعلام کردند که از شامگاه یکشنبه تا صبح دوشنبه فقط در ترابلوس 60 نفر کشته شدند. صبح روز دوشنبه ساکنان پایتخت شاهد برخاستن دود آتش از ساختمان وزارت کشور بودند. در چند روز گذشته با کشته شدن یک نوجوان 16 ساله در جنوب یمن، شمار کشته‌های قیام مردمی یمن علیه رژیم سنا به 10 نفر رسید. به نقل از پایگاه خبری الجزیره، یک منبع پزشکی اعلام کرد یک نوجوان دیگر در یمن عصر روز دوشنبه در شهر عدن واقع در جنوب این کشور به دلیل شرکت در تظاهرات علیه رژیم علی عبدالله ساله کشته شد. خانواده این نوجوان یمنی اظهار داشتند که او تنها 16 سال داشته است و صرفاً در مقابل منزل خود واقع در محله الشیخ عثمان ایستاده بود که با گلوله یکی از نیروهای امنیتی یمن به قتل رسیده است. با کشته شدن این نوجوان تعداد کشته‌های یمن طی چند روز گذشته به 10 نفر رسید. مردم یمن از چهارشنبه گذشته اعتراض‌های خود را علیه سنا آغاز کردند. تظاهرکنندگان جمعه گذشته در محله الشیخ عثمان ساختمان شورای محلی و مرکز پلیس و برخی خودروها را آتش زدند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی تمام ورودی‌های این شهر را بستند و تعداد زیادی از فعالان حاضر را در تظاهرات دستگیر کردند. از سوی دیگر 10 تن از نمایندگان پارلمانی وابسته به حزب حاکم اعلام کردند که به دلیل تجاوزهایی که نیروهای امنیتی علی عبدالله ساله به تظاهرکنندگان و روزنامه‌نگاران کردند، ولی سکوت پارلمان در قبال این اقدامات از حزب حاکم استعفا می‌دهد. رئیس جمهور یمن چندی پیش با صدور بیانیه‌ای پس از 33 سال حاضر شده است که مطالبات و آرای مردم کشورش را در دفتر خود بشنود. اما این اقدام و حتی عقب نشینی رئیس جمهور یمن از تمدید یا موروثی کردن حکومتش نتوانست خشم مردم این کشور را مهار کند. بقیه تحلیلگران مسائل سیاسی با پیروزی انقلاب‌های مردمی مصر و تونس، مردم یمن نیز تا سقوط دیکتاتور ساکت نخواهند.
در پی بروز بحران در لیبی، ترکیه آغاز به تخلیه شهروندان خود از این کشور نمود. اما روز دوشنبه به آتش کشیده شدن فرودگاه بنغازی، هزاران شهروند ترکی را که در انتظار سوار شدن به هواپیما بودند، در وضعیت دشوار قرار داد. به گفته شهروندان ترک، در فرودگاه بنغازی در خلال درگیری ما بین سربازان و تظاهرکنندگان، فرودگاه به آتش کشیده شده است. 2700 شهروند ترکی که شب را در انبارهای محموله های بار گذراندن، امروز در انتظار تخلیه هستند. گفته می شود که در شهرهای بنغازی، در درنه و طرابلس غرب حدود 6000 شهروند ترکیه به کار اشتغال دارند. فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین، آخرین اثر اصغر فرهادی که در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به نمایش درآمد، خرس طلای بهترین فیلم 61مین دوره این رویداد سینمایی را از آن خود کرد. هیئت داوران خرس نقره بهترین بازیگر زن و خرس نقره بهترین بازیگر مرد را هم به گروه بازیگران فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین داد. لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، سارا بیات، سارینا فرهادی، بابک کریمی، علی اصغر شهبازی، شیرین یزدان بخش، کیمیا حسینی و مریلا زارعی در این فیلم نقش آفرینی کردند. آقای فرهادی در 30 بهمن ما در مراسم اختتامی جشنواره برلین برای دریافت خرس طلای بهترین فیلم بر روی صحنه رفت و در سخنانی از مردم سرزمین خود که در نوشتن داستانهایش از آنها الهام گرفته و همطور از جعفر پناهی یاد کرد. جعفر پناهی برنده خرس نقره جشنواره فیلم برلین در سال 2006 در فهرست هیئت داوران این دوره از جشنواره فیلم برلین قرار داشت که به دلیل دریافت حکم 20 ساله ممنوعیت خروج از ایران نتوانست در این رویداد شرکت کند. به نقل از بی بی سی، در پی برگزاری تجمعات اعتراضی اول اسفند ماه در تهران و چند شهر دیگر، خبرهای رسیده از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از معترضان و فعالان دانشجویی است که در بعضی از موارد اطلاعات دقیق در مورد محل نگهداری این افراد در دست نیست. با این حال سایت کلمه از آزادی بسیاری از بازداشت شدگان در ساعات پایانی دیشب و امروز صبح خبر داده است. این سایت همچنین خبر داده است که در شهر رشت 150 نفر از معترضان بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یکی از افرادی که در جریان اعتراضات دیروز تهران بازداشت شده بود، پس از آزادی در گفتگو با سایت کلمه تعداد تقریبی بازداشتی ها در مقر فاتح در نزدیک میدان انقلاب را تا 500 نفر را برآورد کرده است. این شاهد عینی میگوید ماموران امنیتی افرادی را در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار دادند. دوستان گرامی، این بود گزارش این هفته. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه فرمایید. خب مرسی جنیفر جان. عبدالکریم سروش، متفکر دینی و از منتقدان حکومت ایران، توی نامه سرگشاده‌ای با شرح بازداشت داماد خودش حامد و فشارهایی که در این مدت بازداشت بر او وارد شده، رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای طرفدار او رو در ایران به تندی مورد انتقاد قرار میده و نوشته که اونها قتل و غصب و تجاوز رو تکلیف خودشون میدونن و برای اون حجت شرعی دارن و همین اونها رو خطرناک میکنه. آقای سروش توی نامه خودش که برای انتشار در اختیار بی بی سی قرار داده، نوشته که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت حامد از وی خواسته تا در یک برنامه تلویزیونی علیه عبدالکریم سروش اعتراف بکنه. شما میتونید لینک این برنامه رو در فیسبوک پیج واک پیدا بکنید. بله، بسیار عالی. از آن همطور که روی تصویر دیدید اخبار اعلام کردیم خدمتتون. این صحبت هایی هست برگزیده از صحبت هایی که امروز در جای جای دنیا به خاطر نابسامانی هایی که هست وجود داره. واقعا ما به عنوان ایمانداران با این عزیزان همدل میشیم، با عزیزان که زیر این فشار هستن و با این عزیزان دعا میخواییم. خب با هم بریم شهادت زندگی رو ببینیم. در ادامه برنامه، داستان زندگی زنی که از مردگان برخواست.
ببین جان، برنامه پژواک تا این لحظهش خیلی خیلی خوب بوده. فکر میکنم چون که توش من نبودم. نه شما نیستید. زیاد خوب نیست. خیلی ازم عیزان میگن کجاست فریبرز. ولی خیلی خیلی خوب بوده و به تبریک میگم، بخصوص این قسمت آخری که بخش کردین قبل از این تنفس، خیلی خیلی خوب بود. دستتون درد. خوشحالم میبینمت. مرسی. الان توی شهر هستی و توی محله پژواک و اینها. بفرما تو دم در بده. من آرزوم هست اگه اجازه بدیم میام مزاحمتون میشم. خواهش میکنم. خبر جدید چیزی نداری؟ مفصل شنیدی در موردش؟ داره میاد نه؟ داره میاد به زودی و به زودی هم داره میاد. به فیض خدا توی برنامه که رفتیم بعد از این تنفس کوتاه بعد برای ما تعریف کنیم. چشم، در خدمت. با ما باشید بعد از این تنفس. با فایبرز عزیز خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز، میخوام از این فرصت استفاده کنم و وبسایت آموزشگاه مجازی کتاب مقدس رو خدمتتون معرفی کنم. شما از طریق این وبسایت قادر خواهید بود به بیش از 700 درس الهیاتی به صورت صوتی و مقالات و کتاب‌های مسیحی دسترسی داشته باشید. این وبسایت در صدد تهیه و تدارک دوره آموزشی در پی ساختار برنامه‌های تحصیلی دانشکده‌های الهیاتی است. هدف ما ایجاد فرصتی برای دانش آموزان کلام خداست برای اینکه علم الهیات رو تحصیل بکنن بدون اینکه تعهدات مالی و محدودیت‌های دیگه‌ای داشته باشن. دعا و تلاش ما این هستش که معرفت الهی در عیسی مسیح و انجیل راستین اون رو بین ایرانیان و فارسی زبانان گسترش بدیم. از شما دعوت می‌کنم از وبسایت irankelisa.com دیدن فرمایید. با سلام مجدد به همه شما دوستان عزیز و من از این فرصت استفاده می کنم در شروع برنامه باز از شما خداحافظی می کنم، چون وقتی دو تا از این برادران عزیز هست فرصت برای صحبت من نیست، چه برسه که سه نفر باشه. پس حتما فرصت برای خداحافظی هم نخواهد بود. پس تا برنامه بعد خدا نگهدار. آره نرم از اون واقعا شروع نشده خداحافظی کرد. خوش اومدی فریبرز عزیز، خیلی وقت ندیدیم. به برنامه خودت خوش اومدی. مرسی، ممنون هستم. دقیقاً تفلک جنیفر حق داره بابا، ما دو نفر قبلا بودیم ازتش می‌کردیم، حالا شده سه تا. سه نفر، من نمی‌دونم از اینجا چیکار می‌کنم. چون می‌خواستم حرف نمی‌زدم شما. در این حال جنیفر جان تاج تخت ما هست و دوستش داریم و بدون جنیفر این برنامه اصلا معنی نداره. اصلا معنی حرف نمیزنم من. خیلی خدا برکت بده برای برکت وجود همتون. فریبرز جان جات خیلی خالیه تو این مدت. عزیزان همیشه سراغتو گرفتم و هر وقت این طرفو هستی خوشحال میشیم ببینیم دوباره. خوشحال هستم در خدمتتون هستم. ما یه شاعر خونه دو شعر خونه درست اینجا داشتیم. رفت خواهد ادای شیرازی ها هم در بیاره شعر. ما یه بار برای شعر خونیم مثل شیرازی. خب من امیرا این صندلی هست که طبع شعر. شما اصلا این صندلی میشه. عزیز هستی. من خواستم واقعا تشکر کنم برای اینکه در شما عزیزان این زیبایی این برکت رو دارین ادامه میدین در منو پژواک. اشکان عزیز واقعا خدا بهت برکت بده. مرسی که اومدی و بیشتر از اون چیزی که من ارائه میدادم داره ارائه میدی. نه تملق نیست ولی خداش برای وجودت هر گل یه بویی داره. ببین شیرازیان زبان واقعا زیبای گفتن شما. تملق نیست به هیچ وجه، چون که وقتی که ما مسیحی میشیم باید آزاد بشیم از تملق و چاپلوسی. ولی حرفی که زدم از ته دل بهت زدم و خداش رو میکنم برای غیرتی که داری و برای کاری که داری برای مسیح انجام میدی. ممنون، مرسی که با ما هستی. حتی هرگز به عنوان مهمان بعض وقتا وقت بکنی خیلی خوشحال میشیم با ما باشی. مرسی، مرسی عزیزم. خب ما این بخش برنامه رو یادت که هست این بخش ما سوال رو مطرح میکردیم و سعی میکردیم پاسخگویی از کتاب مقدس اگر بلد باشیم رو خدمت عزیزان ارائه بدیم. از اون موقعی که شما رفتین یه مقدار ما شما وجودتون خیلی باعث برکت بود. شما ما تا ترس و لرز جواب میدید. ولی اگر موافق باشیم بریم پرسش اول با هم دیگه نگاه کنیم و بعد سعی میکنیم که این پرسش رو پاسخ بدیم. پرسش شماره یک رو: آیا کفاره مسیح شفای ما رو هم تهیه کرده؟ منظور اینجا شفای جسمانی هستش. چون اجازه بدید یک آیه رو من بخونم، چون فکر میکنم از همین آیه است که این صحبت اینجا مطرح میشه. اشعیا باب 53 آیه 4 میگه: لکن اون غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما را از جانب خدا زحمت کشیده و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدی به سلامتی ما بر وی آمد و از زخمای او ما شفا یافتیم.
من خیلی این صحبت رو شنیدم در بین عزیزان ایماندار که میگن که باید شفا رو از خدا بطلبیم، شفایی از مسیح رو، به خاطر اینکه کلام خدا وعده داده چون مسیح بر روی صلیب مصلوب شده و زخم‌ها بر او قرار گرفته و مضروب شده، به زخم‌های مسیح ما هم شفا یافتیم. یعنی کفاره مسیح شفای ما رو هم تضمین میکنه، جزء اون بسته‌ای هستش که برای ما روی جلجتا تهیه کرده. اینو می‌خوایم یه مقدار با هم بشکافیم. اما شما شروع کنید و بند پری برجان و منم در خدمتتون خواهیم بود. من میذارم جنیفر جان که میخواست صحبت کنه. اینجا که رسید من خواستم آخر این صحبت یه چیز اضافه کنم و سلام دوست دارم شما ازم شروع بکنید. خب من یه چیز رو اول بگم، یه تبصره ببندیم قبل از اینکه، چون همیشه هر وقت که یک مسئله رو مطرح میکنیم اون چیزهایی که گفته نمیشه رو بعضی از اون پیشفرض میگیرن که ما این رو گفتیم. بنابراین صحبت ما اینجا این نیست که خدا آیا میتونه شفا بده یا نه. ما اصلا صحبتمون بحثمون این نیست. بله خدا میتونه شفا بده. آیا خدا شفا میده؟ بله شفا میده. اصلا صحبتمون هم در مورد عطایای روحانی و عطای شفا هم اینجا نیست. صحبت سر اینه که آیا کفاره مسیح، مسیح وقتی بر روی صلیب مصلوب شد، آیا مصلوب شدن مسیح شفای جسمانی ما رو به ارمغان آورد یا نه؟ دوستان عزیزی که دارید برنامه رو نگاه میکنید، ما سعی میکنیم این پرسشال اینجا پاسخ بدیم، ولی به این معنا نیست که شما نمیتونید در این پاسخ دادن شرکت بکنید. برای این اگر دوست دارید که نظری هم در این قسمت ارائه بدید، دوست داریم که تلفن‌های شما رو هم در این قسمت داشته باشیم. فقط یه پاسخ خیلی کوتاه ببخشید بده، مطمئنم که شما خیلی کامل‌ترش می‌کنید با صحبت‌ها. ما باید قبل از هر چیز در نظر بگیریم که هدف خداوند، هدف عیسی مسیح از اینکه بر روی زمین بیاد و جانش رو بده چی بود؟ آیا هدفش این بود که بیاد مرضهای جسمانی ما رو شفا بده یا خیر؟ مسلماً هدف نجات ما و بخشش گناهان ما بود. میتونه این خیلی چیزها رو با خودش در زندگی ما دربر داشته باشه، ولی تضمین 100% به قول معروف در این نیست. شاید یه ذره سخت شنیدن این چیز یا گفتن این چیز، ولی تضمین 100% برای شفای جسمانی ما در این وجود نداره. ولی تضمین 100% برای نجات ما، بخشیده شدن ما از گناهان در به قول معروف اینکه مسیح کفاره شد برای ما وجود داره. در واقع کار عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان ما بود. این مسلماً شفای جسمانی ما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، همونجوری که شما گفتید، ولی هدف اصلی باید ببینیم چیه. مشکل من فکر می‌کنم بعد جایی پیش میاد که ما تو زندگیمون داشتن شفا و سلامتی رو بالای همه چیز قرار میدیم. من اگر سالم هستم، من یک ایماندار خوبی هستم. ایمانداری که مشکل داره به لحاظ روحانی زیاد مریض میشه. وقتی این ساعت‌ها یه خورده خوشبختانه تو جامعه مسیحی امروز حداقل بین ایرانی‌ها داره از بین میره، ولی هنوز یه جاهایی به خودش ریشه داره که اگر شفا هست، این شفا نتیجه زندگی روحانی منه. ولی بعدا ما کلام خدا رو که میخونیم میبینیم که واقعا خدا اجازه میده حتی بعضی وقت مریضی در زندگی ما باشه تا از شفای اون جلال خودش رو آشکار بکنه. پس تمرکز این آیه به طور خاص روی شفای جسمانی نیست، روی کفاره گناهان است. اما حالا بیا میخوای صحبت کنیم راجع به اینکه بخش شفا چقدر تحت تاثیر قرار میگیره و چطور میتونیم در این مورد خود صحبت بکنیم. نوبتی هم که باشه نوبتی امروز نوبتی این به نظر من سوال خیلی خوب و اساسی هست. اگر مجددا بیننده عزیز سوال این هستش که آیا کفاره مسیح شفای جسم ما رو هم میده، بیاین تمرکز بکنیم ببینیم که وقتی که عیسی مسیح میاد برای ما چی برمقام میاره. برای ما نجات روحانی برمقام میاره، نجات روحانی. یعنی داره تمرکز میکنه روی امور روحانی، یعنی این که میگه که روح شما برای من خیلی مهم هست. پس ما بدونیم که کفاره خون مسیح برای یک آزادی و یک نجات روحانی برای ما هست، نه فقط جسمانی. پس سوال این هستش که اگر ماها بخوایم نجات رو دریافت بکنیم، آیا شفای روحانی میگیریم یا شفای جسمانی؟ آنه شفای روحانی میگیریم اومدن نجات که در واقع یعنی شفای روحانی گناهان ما بخشیده میشه. بخشیده میشه. حالا از نظر جسمانی چی؟ من فکر کنم اینطور باید سوال بکنیم. اگر شفای جسمانی نباشه، آیا ما میتونیم بگیم که کفاره مسیح چه شده؟ ارزشی نداره؟ تمرکز ما نباید فقط روی آیات جسمانی باشه، نه فقط روی شفای جسمانی باشه. چرا؟ چون که دیدیم خیلی هستن مسیح هستن یا دعا کردن برای دیگران شفای جسم گرفتن، خیلی هم نگرفتن. پس اگه ما بیایم یک قانون رو برداریم و بکنیم چه قانون مطلق و بگیم حالا چون که مسیح هست، کفاره خون مسیح حتما به تو شفای جسمانی میده، ما معرف میکنیم مقداری تمرکزمون رو برداشتیم از روی اصل مطلب. مسیح میگه من نجات روحانی به تو میدم، شفای روحانی به تو میدم، ولی اگه علاقه من باشی، اگه حواست تو روح جسمانی هم باشه، بیا بگیرش بهت میدم، ولی دنبال این نباش.
من اصلی‌تر رو به شما میدم. پس بنابراین من فکر میکنم که نمیتونیم بیان بگیم که کفاره مسیح 100% شفای جسمانی برای ما میذاره. انقدر خود ما عظیم هستش که ما شفا جسمانی هم میده، ما باید درخواست هم بکنیم که خدا من بده اونو. ولی اگر دریافت نکردیم، دلیل بر این نیستش که خون مسیح بی ارزش بوده. عرضم به خدمت من همون چیزی که گفتید، من برای فهمیدنی، برای اینکه بتونیم یک نتیجه گیری درستی بکنیم، بعد اون آیات مشخصی که در این خصوص صحبت میکنه بپردازیم. یکیش اشعیا 53، یعنی اون متن اصلی هستش که هم متا توی کتاب خودش باب 8، هم پتروس توی اول پتروس 2:24 در موردش صحبت میکنه، اشاره میکنه به همین مطلب. عرضم به خدمتتون که شما اشاره کردید که این مسئله روحانی، یعنی وقتی که توی عهد عتیق هم کاهن اعظم وقتی که قربانی انجام میداد، یا هارون اولین کاهن اعظمی که به خیریم اجتماع وارد میشد، خون قربانی رو میپاشید برای اینکه گناهان بخشیده بشه. این 1440 سال قبل از عیسی مسیح اتفاق افتاد. حالا اشعیای نبی رو داریم که توی کتاب اشعیا باب 53 داره اشاره میکنه به اون مطلبی که اونجا هست، یعنی داره در واقع پیشگویی آمدن مسیح و اون قربانی حقیقی رو میکنه. بنابراین صحبت های اشعیا میبایست برای روی کاری انجام باشه، کاری بوده باشه که خدا به موسی دستور داده بود که روز کفاره رو تعیین بکنه و انجام بده این رو. این یک بخشش هست، ولی یک حالا البته به این سادگی ها هم از این بخش گذشتن امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه واژه غمها و دردها توی اشعیا باب 53 آیه 4 که میگه لکن اون غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو بر خویش هم نمود، همیشه از به زبان ارزم میخوام توی زبان یونانی سپتوجنت ترجمه یونانی عهد عتیق میشه به سه معنای مختلف این رو گرفت، هم میشه به معنای جسمانی گرفت، هم میشه به معنای روحانی گرفت، هم میشه به معنای روانی گرفت. ولی حالا توی آیه های بعدی توی همین باب 4 بار اشعیای نبی در مورد تقصیرها و گناهان ما صحبت میکنه و این رو ارتباط مستقیم میده به مظلوم شدن مسیح. یعنی اگر تمام متن در مورد گناهکار بودن ما و بخشیده شدن گناهان ما توسط مظلوم شدن مسیح صحبت میکنه، بنابراین نمیتونیم خیلی سریع خارج از متن این نتیجه گیری رو بکنیم که اینجا در مورد مسائل جسمانی صحبت میکنه. حالا من میخوام یه مقدار اینجور بیشتر این رو سختش بکنم اگر اجازه بدید. قبل از اینکه من سختش بکنم دو تا نکته دیگه هم بگم در ادامه همین صحبت، تا بعد سختش بکنم یه مقدار در مورد این بیشتر صحبت بکنیم. اولا پیغام اصلی انجیل همینطور که شما وای برجان گفتید، شما دوستان عزیز گفتید، در مورد بخشش گناهانه. مسیح آمده که گناهان ما رو ببخشه. اینو سر تا سر انجیل می‌بینیم، صحبت انجیل اینه. دوما کلام خدا میگه مسیح به خاطر ما گناه شد، نه مرض، نه او گناه شد تا ما با خدا مصالحه بکنیم. بعد کلام خدا ما به ما میگه که اگر کسی به مسیح ایمان بیاره هرگز نجات خودش رو از دست نمیده. نتیجه منطقی این آموزه اینه که اگر کفاره مسیح نجات ما رو تضمین کرده و هرگز از دست داده نخواهد شد، و اگر بگیم که شفای جسمانی هم در کفاره مسیح هست، بعد این نتیجه رو بگیریم که ما شفای جسمانی رو خواهیم داشت و هیچ وقت مریض نخواهیم شد. ولی میبینیم که ما مریض میشیم و چون مریض میشیم، بنابراین کفاره مسیح نمیتونه شفای ما رو هم در خودش داشته باشه. و اگر کفاره سلامتی جسمانی و شفای بدنی ما رو هم کفاره سلامتی جسمانی و شفای بدنی ما رو تهیه کرده باشه، بعد اینطور نتیجه بگیم که کسانی که برای شفای بدن خودشون با ایمان دعا کردن، همون چیزی که شما بهش اشاره کردی، و اون رو دریافت نکردن، بنابراین هیچ دلیل منطقی نخواهند داشت که نجات روحانی رو نیز دریافت کنن. حالا بذارید من سختش کنم اینجا رو. متا باب 8، جنیفر جان میتونی این قسمت رو بخونی، آیات 14 و 17. متا باب 8 آیات 14 و 17. متا وقتی که داستان شفای مادر زن خودش رو توسط عیسی مسیح بهش اشاره میکنه، هنگامی که عیسی به خانه پتروس رسید، مادر زن پتروس تب کرده و در رخت خواب بود، اما وقتی عیسی دست او را گرفت، تب او قطع شد و برخاست و به پذیرایی پرداخت. همان شب عده زیادی از دیوانگان را نزد عیسی آوردن و او با گفتن یک کلمه تمام ارواح ناپاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید. به این وسیله پیشگویی اشعیا نبی به انجام رسید که او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. وقتی عیسی متوجه شد که جمعیت بزرگی نزد او جمع شدن، به شاگردانش فرمود تا آماده شوند و به کناره دیگر دریاچه برمن. درست در همان لحظه همونجاست دیگه، همون تو همون بخشه. پس حالا قسمت سختش اینه که مقدار با صحبت‌های ما به نظر متناقض باشه. پتروس متی وقتی در مورد شفای مادرزن پتروس صحبت می‌کنه، اشاره می‌کنه که
اشاره میکنه، اشاره باب 53 میگه که زخمای ما رو بر خود گرفت و برخیش هم نمود. اشتباه میشه که چیزش قرائتش کردم. در مورد زخمای مسیح صحبت میکنه، میگه اشاره میکنه، میگه که به دلیل این شفا رو ما آورد. این رو بیا مقدار بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم اگر دوست دارید. من یه چیزی رو میخواستم صحبت بکنم، میدونم حتی صحبت شما احتمالاً در همین جهت خواهد رفت. میخوام یک آیه رو بخونم اگه اجازه بدید، از کتاب رومیان 8:23 میگه: و نه این فقط، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه میکشیم و در انتظار پسرخواندگی، یعنی خلاصی از جسم. اینجا خلاصی از جسم منظورش تأثیر گناه هست که امروز بر دنیای ما هنوز هست. من فکر می‌کنم اینجا کلام خدا داره صحبت از این میکنه که روح خدا همراه با تمام اون پسرخواندگی که ما داریم به صورت یک نوبر یا میوه فرست فروت بهش میگم، یعنی یه نوبر هست. این یک سری ویژگی‌های خودش رو در ما شروع کرده. ما هنوز در مسیح امروز شفا رو میچشیم، ما امروز در مسیح اون آزادی و اون محبت و فیض رو داریم، ولی در کنارش هنوز اون آثار گناه در زندگی امروز ما هست. این به این معنی نیست که کار خداوند ناقصه، ولی به این معنیه که شفا از امروز تا روزی که من در حضور خداوند کامل بشم، تا روزی که من مسیح برگرده و من بخوام در ابدیت با خداوند باشم که اون جسم کامل رو هم از خداوند خواهم یافت، میگه جسم جلال یافته، اون وقتی هست که من کاملا این شفا رو خواهم داشت. جسم من کاملا در شفا خواهد بود، روح من کاملا در شفا خواهد بود، ولی الان این فقط نوبری هست. پس تأثیر این نوبر در اون کاملیت خودش هنوز دیده نمیشه در ما. دوستشم راجع به این آیه صحبت بکنم، میدونم شما هم در این جهت خود صحبت خیلی کار اگر از اون صحبتی دارید. من دادم دستش نگید چون زیاد حرف بزنیم جنیفر حرف نزنه. حالا قسمت های بعدی میبینید تا من اینجوری میکنم ایشکی وقت نمیده. من الان جای سختش میگم. دوستان میخوان از خواهر عزیزمون جنیفر بشنویم. این شما این مایکروفون عشقان جا دوباره من صحبت بذارید. من یه کتاب معرفی بکنم در ادامه همین صحبتاتون. وعده شفا، The Healing Promise، نوشته ریچارد میهیو. بعد عرضم به خدمتتون همین صحبتی که شما میکنید، هم ریچارد میهیو در مورد صحبت کنید تو همین کتاب خودش، هم دی ای کارسون که الهیادان عهد عتیق هست، و توی همین صحبت میگه که یعنی در واقع اگر بخوایم سوال خیلی پاسخ خیلی سریعی به این پرسشی که مطرح شد بدیم، اینه که هم بله و هم نه. بله، نه به این معنا که کفاره مسیح شفای جسمانی ما رو در این دنیا تهیه نکرده، بله به این معنا که کفاره مسیح در نهایت، چون در مورد بازیافت نهایی ما صحبت میکنه، بخشش گناهان ما و بازیافت جسم ما صحبت میکنه، چون در نهایت رستاخیز پیدا خواهیم کرد. اشاره میکنه این صحبت هایی که متا ازش میکنه، پتروس ازش میکنه و میگه که اشاره میکنه به این آیات، در واقع داره همونطور که شما گفتی به اون نوبر اصلی صحبت میکنه. یا مثلا توی کتاب متی اگر یادتون باشه، توی کوه تبدیل هیئت، وقتی که جلال مسیح اونجا دیده میشه، در واقع یک اشاره ای هستش به مکاشفه باب 19، به اون جلال مسیح که در موردش توی مکاشفه صحبت میکنه. یعنی داره از اینجا آینده رو نگاه میکنه و از این آیات به صورت استعاره ای استفاده میکنه، نه به معنای معنای واقعی اون و معنای لغوی اون. استعاره‌ای استفاده میکنه تا حقایق آسمانی رو که بعدها بعد از مرگ برای حالا در عالم روحانی و در زندگی ما اتفاق میفته بهش اشاره بکنه. بنابراین حالا این صحبتایی که ما امروز کردیم، شاید بعضی از عزیزان تا حالا نشنیده بودن و میگفتن که همیشه هم این صحبت هست که به خاطر زخمای مسیح ما شفا پیدا کردیم، این رو یاد گرفتیم، ولی این صحبت رو کردیم هم برگرفته از میهیو بود، هم دی ای کارسون این صحبت رو میکنه، هم جی آی پکر کتاب خیلی زیبایی به فارسی داره به نام شناخت خدا ازش اشاره میکنه، و عزیزان دیگه ای که اصلا مرجع صحبت الهیات نظر من صحبت مبحث خشکی نیست. ما خیلی مهم هستش که این رو مطمئن باشین که بیننده ها بدونن که مبحث بسیار شیرینیه، چون وقتی دمش فکر میکنیم داریم به قلب و به فکرمون رجوع میکنیم که اینو متوجه بشیم که چی هست و چی نیست. شخص من به شما بگم دید من چی هست در مورد اینها. ببینید، عیسی مسیح شفا انجام میداد، به ما گفتش که شما میتونید بعد از من کار بزرگتر از اینم انجام بدید. پس من فکر میکنم که آیات قوات و معجزات و نباتی هستن که دم دست ایمانداران میتونه باشه و بعدم باشه. من فکر میکنم ماها میتونیم و باید دعا بکنیم با ایمان که خداوند معجزاشو انجام بده، حتی شفای جسمی بیاره، هیچش کاری نداره. ولی زمانی که ما میایم یک مبحث رو اینو میاریمش و میکنیمش قانون مطلق الهیاتی، یک کلاه شرعی روش میذاریم و متاسفانه میگیم که 100% و 100% الا بلا شما باید بیای و شفای جسمی رو بگیری. اگه اراده خدا نباشه ما داریم میگیم که پس کفاره مسیح
اشتباه بوده. بله. پس این خطرناک هستش، خیلی خطرناک هستش که ما هر کدوم از ما خواب بخوایم بیام این اصل روحانی رو یه قانون مطلق بکنیم. بیننده های عزیز، من میگم بعد دعا بکنیم، اینو گوش بدید. دید من این هستش که باید دعا کرد، باید با ایمان دعا کرد. کتاب مقدس میگه بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. پس من وظیفه دارم که برای شفای جسمی دعا بکنم، ولی اگر خداوند انجامش نداد هیچ اشکالی نداره. قانون مطلقش نکنم که بگم ای بابا تو به خاطر کم ایمانی شفای جسمی نگرفتی. اینی که خیلی خیلی میگه نور الان نور میشه که خیلی خیلی به نظر من متاسفانه ما اینو میتونیم به جاهای خطرناک بریمش و باعث بشه که دیگران متوجه نشن. پس دید من این هست که این قانون مطلق نیست و باید خیلی مواظب و حساس باشیم که ما چگونه اینو تعلیم میدیم. آبادانی ها میگن، من دوستان آبادانی دارش میگن، میگن هولی تو دیگه، هولی محولی دیگه، همه چیز رو در هم دیگه گذاشتید. واقعا خدا رو شکر ما واقعا به شفا و اون فیض خداوند اطمینان داریم. کلام خدا به ما این اطمینان رو میده. در کنارش هم باید مواظب باشیم، جایی که متاسفانه برداشتم از کتاب مقدس سطحی باشه، نه فقط باعث بنای ما نمیشه، بلکه باعث میشه که خیلی از عزیزان حداقل در این مورد فکر بکنن که اگر من شفا نیافتم الان خدا منو دوست نداره، من مشکل ایمانی دارم. متاسفانه این بحث در اون زمان در قوم یهود هم رسم بود که حتی میبینیم برمیگردن وقتی کسی رو میارن پیش مسیح، برمیگردن میگه برمیگردن ازش میپرسن آیا این خودش گناه کرده بود یا پدر مادرش، و فکر میکنن هر کسی مریضه دلیل اصلیش گناهکار بودن و روحانی نبودن اون شخصی که مسیح کاملا این صحبت رو برمیگردونه و میگه هیچ کدوم از این دو، بلکه تا جلال خدا آشکار بشه. پس خدا رو شکر برای این صحبت. میخواید تلفن بگیریم یا نجیب عزیز اگه اشتباه نکنم از نروژ روی خط هستن، بفهم. شما روی خطید نجیب جان. الو بفرمایید. الو سلام. سلام خواهر جونیفر و برادران عزیزم، خوشحال هستم یک روز دیگه در خدمت شما هستیم. سلام و خدا ما را فیض بدهد که پیام و کلام خداوند را برای همگی شما تبلیغ میکنه. زنده باشید. مرسی. چطور میتونم خدمتتون کنم نجیب جان؟ یک سوال داشتم راجع به برادر قدوس. چند قبل برنامه دکتر فاطمی را گوش کردم که ایشان گفتن که روح القدس زمانی که مسیحی که میخواست بسری پیدا شود گفتن که من میروم تا روح القدس را برای شما بفرستن، تا من نروم روح القدس را برای شما نبفرستن. در صورتی که دکتر فاتحی گفتن که روح القدس بدنم وجود داشت دیدن اتت است، یعنی زمانی که مریم یعنی آبستن شد توسط روح القدس. میخواستم در این آورده کمک برای موازی بسازید که آیا روح القدس قبل از این که عزت مسیح به صلیب کشیده شود فقط برای اولیا بود یا فرق بین از این قبلن و بعد از این امیر میخواستیم کم برای موازی بسازید؟ خیلی ممنون برای سوال هست. حتما چشم این رو در ادامه پاسخ خواهیم داد. عرضم به خدمتتون که تو عزیزان دیگه هم ما مولا میخوای الان تو پاسخ بدی به بدن این رو پاسخ بدیم سری همین تو که شما تو بعد خواهش میکنم من است خیلی کوچیکی که فقط بگم از عزیزان میتونم بهره مند بشم. به نظر من نجیب عزیز مرسی که تماس گرفتید. برادر عزیز فکر میکنم افغانی هستید شما، با لهجه شیرین قشنگتون صحبت کردید، اگر نباشین فرق نمیکنه عزیز ما هستیم و ممنون که تماس گرفتید. ببینید فرقش چی هست؟ این مبحث این هستش که وقتی که عیسی مسیح اومد و در مورد این صحبت میکنه که من میروم تا روح القدس رو برای شما برایتون بفرستم، به نظر من فاطیم درست حدثت درست میفرمان که میگن که در احتیاطیق هم وجود داشته، ولی چیزی که مسیح داره میگه تجربه جدیدی از روح القدس، شناخت جدیدی از روح القدس هست که خدا از طریق مسیح، شخص مسیح برای من و شما آشکار کرده. روح القدس قبلا در عهد عتیق بوده، ولی در عهد جدید وقتی مسیح در مورد صحبت میکنه یک معرفت جدیدی از شناخت خدا و ذات پروردگار برای ما روح القدس فراهم میکنه که ملموستر هست در عهد عتیق و اونو فقط از طریق عیسی مسیح میشه دریافتش کرد. برای همین هستش که مبحث تثلیث میاد و جامع زیبا به تن خودش میکنه که برای من و شما آشکار میکنه عمق محبت خدا رو از شخص پدر، پسر و روح القدس. الان وقتی نیست که بخوام وارد تمام اینها بشیم چون که مبحث خیلی زیادی هست، ولی دوست دارم از بقیه شما عزیزانم من صحبت کوچیک بکنم، بعد شما عزیزان اگر دوست کامل بکنید مطمئنم صحبت های خوبی خواهید داشت. اول از همه
روح القدس، پدر و پسر، هر سه اینها هیچ کدوم در بعدی از زمان به وجود نیامدن. اینها از ازل بودن تا ابد خواهند بود. دلیل اینکه مسیح میگه روح القدس رو بر شما خواهم فرستاد، به وجود اومدن روح القدس در یک زمان خاصی نیست. دلیل حتی خود مسیح چون جسم روی زمین پوشید، در اون زمان نیست که مسیح به وجود اومده. پدر، پسر و روح القدس از ازل بودن و تا ابد خواهند. اما دلیلی که داره این صحبت رو میکنه، من فکر میکنم اگر حداقل با علم کم خودم میخوام صحبت بکنم، دلیلش این هست که در عهد عتیق روح القدس میاد بر انبیا قرار میگیره و بهشون مکاشفه میده، مکاشفه کار خدا، نبوت های خدا رو اعلام میکنه. اما در عهد جدید کار روح القدس یه خورده متفاوت هست، چون ما به اون در واقع وعده کامل خدا امروز به خون عیسی مسیح پاک هستیم و بدن ما الان قابلیت رو داره که دیگه در گناه نباشه. پس روح القدس این بار در من ساکنه، روح القدس در منه، من میتونم میگه مثلا میگه بدن ما معبد خداوند هست و در واقع یه خورده اون عمق کار روح القدس هم که برادرم گفتن در زندگی ما عمیق‌تر داره صحبت میکنه. من فکر می‌کنم شاید تفاوت رو بیشتر در این بخواد صحبت بکنه. یه نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هستش که هم توی عهد عتیق هم توی عهد جدید تولد تازه وجود داشت. بله. وقتی که مسیح داشت با نیقودیموس صحبت میکرد، ازش انتظار داشت با خوندن کتب عهد عتیق به این نتیجه برسه که تولد تازه بوده. میگه تو معلم یهود هستی، اینها رو نمیدونی که باید 60 مولود بشه از نو که بتونه وارد ملکوت بشه. بنابراین این بودن روح القدس برای تولد تازه وجود داشته، ولی حالا بود خدمتی اون که و بود مکاشفه ای اون که بهش اشاره کردی، نکات خیلی مهمی هستش که ما در عهد جدید به یک مکاشفه عمیق‌تر و وسیع‌تر میرسیم که روح القدس داره به ما میده که توی عهد عتیق به صورت خیلی سمبولیک‌تر اینا به ما داده میشه. ولی از لحاظ اینکه روح القدس خود ما بوده، این رو به صورت خیلی مشخص و تعالی می‌بینیم. آریای عزیز رو هم بگیریم بعد بریم سوال دوم رو از ایران. بفرمایید آریا جان. سلام، بفرمایید. خدمت شما. سلام به بند عزیز خواهد مختلف. سلام. من زنبادی که تن مستیزستم موفق نشدن، اما خیلی خوشحالم، متشکرم این همه قیف شما. یه آقایی که من اسمش رو بیش کنیم نمیدیم، منو ببخشید. راست نمیدیم. آزم پیشیده میکنیم که آبیه که برات بسیم. فقط من دوستان ایشون که منو ببین. من سوالم که خیلی عذیت میکنه برای من اینه که همین رفعش سعی کردم که همیشه یه مقامی بشه باشم. بسیم شما میشه از نظر پدران من دوان چی میدرسته. من مذهبی بودم من بودم. یکی وقتی من کتاب مطالعه کردم دو تا مسئله بود که سوال من خیلی رنج میده. یکی اینکه رفتن عیسی مسیح بر روی صلیب، رفتن عیسی مسیح بر چی؟ من هنوز میگم ایمان نیاوردم، یعنی ایماندار آنچنانی که شما نیستم، چون هیچی به قول معروف نه دوست نه کسی که میتونم باش ارتباط برقرار کنم. ولی این مسئلهای که بالاخره تو فیلما دیدن با همینطوری که خودتون مصادر هستید که من بیش از ایمان مدرم میشنوه، این وقتی که این مسئله من عذاب میده که عیسی مسیح وقتی که مستدی دیگه، من خواهم اینو بدونم برای من مثلا قابل حضر نیست، چون که حتی پدر من پرسیدم که بخواهد هستی به خاطر خود و چون تنها پسرشم من صلیب بشن گفته و هرگز. بعد این سوال از من پیش میده که خدا که اینقدر مهربون کرده، اینقدر بخواهم من ذره ای از ذرات عشق خودم را استاد بندن به مادر دادن، مادری که اینقدر مهربونه که شیر میده به قول معروف، لحاظ عاطفی خیلی با بچه در ارتباطه، چطور من خداوند داده میشه که تنها عزیزش رو روی صلیب این یک سال دوم سال این بود که حواسمون برمیگردن به عیسی مسیح میگیرن که ای خداوند. این برای من خیلی عجیبه و سوالی که از عیسی مسیح گفتن که میگن شما بر سمت عیسی مسیح میگن بر سمت راست خداوند نیستن و حوالی میپرسن که میشه به ما بگیم که بر سمت چپ خداوند نیستن، که این نفس پدر من خداست. بله. دومین سوالی هم که دوباره حوالی ازش میپرسن اینه که شما میتونید به من بگید که دیگه قیامت چیه؟ باز عیسی مسیح اینجا تاکید میکنه که روز قیامت فقط و فقط نزد خدای پدر من و از اون روز هیچ کی نمیدونه. این برای من عجیبه که شما مثلا تو برنامات و میگن که عیسی خداوند، این عیسی خداوند، این برای من
خواهش میکنه توضیح بدید، من راهنمایی کنید و میدونم وقت هم کمه. آیا جان ممنون برای تماست و مرسی که این سال قشنگ رو کردی. سالی که شما داری میکنی سال بغرنجی نیست، سال بدی نیست، سالی هستش که من خودم بارها کردم و میدونم سالی هستش که همه ماها از خودمون میکنیم. من اسمم فریبرز هست در زم و فریبرز آبی خوشحاله و با ادوین جان و جنیفر عزیز و اشکان عزیز استقلالی که نیستی استقلالی اینو جواب نده. آیه جان ببین نمیدونم خودت پدر هستی یا نیستی، ولی اگه خودت پدر نباشی به هر حال خداشو برای پدر عزیزت، و اگه پدر باشی فکر کنم متوجه مبحث محبت ذات پدری بشی وقتی میگیم خدای پدر و خدای پسر. آیا شما به عنوان پدر حاضر هستی که وقتی که به بچت بگی قربونت برم واقعا قربونش بری؟ مبحث و عمق محبت خدا رو شما در روی سری داری صحبت میکنی و یه مقداری در موردش سوال کردی، مبحث خیلی خوبی هست. ببین ما همون اصطلاحا هم به هم دیگه میگیم قربونت برم چقدر عزیز هستی، ولی وقتی پای عمل برسه آیا کدوم یکی از ماها حاضر هستیم عملا قربون این نفر دیگه بریم؟ خدا به ما گفتش که دوستت دارم قربونت برم، معذرت میخوام، خیلی اصطلاح خودمونی دارم صحبت میکنم، ببخشید اگه یه مقداری اینو دارم سادهش میکنم، ولی و واقعا وقتی پای عمل رسید عیسی مسیح رفت روی صلیب و عملا نشون داد که وقتی میگه قربونت برم قربون ما رفت و حاضر شد با جان دادن خودش برای من و شما یک معرفت جدید، یک حیات ابدی، یک تولد تازه رو برای من و شما به ارمغان میاره. به خاطر این مبحثش این هستش که میگه خونی بریخته بشه. این مباحث خیلی خیلی عمیقی هستن که متاسفانه وقتی نیست که بتونم اینجا باهاتون صحبت بکنم، یا ولی دوست داریم که فقط اینو بهتون بگم که روی صلیب رفتن عیسی مسیح پسر مهم بود که خدای پدر نشون بده که من انقدر شما انسانها رو دوست دارم و انقدر براتون غیرت دارم که حاضر هستم عزیزترین قسمت از وجود خودم، از زندگی خودم، از ماهیت خودم، پسر خودم رو برای شما روی صلیب مصلوب بکنم که بدون دوستتون دارم. و عیسی مسیح عملا با عشق و اشتیاق روی صلیب برای من و شما رفت. برای همین از وقتی میگه پشت در خودن نشسته داره در میزنه دربش باز بکن، چون واقعا دوستت داره. دوست دارم که در این مورد عزیزان دیگه اگه بخوان حرف بزنن بزنن. در مورد روز قیامت سوال کردید که کی هست و کی نیست، مبحث خیلی عمیق در دست میزنید روش. از نظر الهیات همه دارن میگن که چه موقعی هست. بعضیا شروع میکنن به خوندن و پژوهش کتاب مقدس، سعی میکنن براش جوابی پیدا بکنن، ولی همه ما نمیتونیم جواب پیدا بکنیم، یعنی عملا جوابی براش وجود نداره، فقط نزد خدای پدر هست این جواب. و وقتی میگید یه سال دیگه هم کنه که عیسی خداوند، چرا ما میگیم عیسی خداوند؟ خب خیلی جالبه اگه شما برگردین سراغ مبحث خدا یا خداوند، خداوند یعنی ارباب، عیسی خداوند یعنی خدایی که مالک، عیسی که مالک من هست، صاحب منه. یعنی چی؟ یعنی من حاضر شدم که خودم و زندگیم و افکارم و قلبم و وجودم و 100% تحت تاثیر عیسی مسیح قرار بدم. پس به اون میگم عیسی خداوند، یعنی ای ارباب من، ای سرور من، ای تاج فخر من، ای عیسی من، تو مالک زندگی و قلب و افکار من هستی. پس این لقب رو من بهش میدم چون که لایق بهترین هاست. خدا بشکر. من اوکی هم رجعم خیلی خیلی سوال دوم را اگه عزیزان پخش بکنم این رو نگاه میکنیم بعد ادامه خواهیم دو بقیه برنامه. پرسش دوم، وقتی خداوند در مورد سدوم و عموره با ابراهیم صحبت کرد گفت اکنون نازل میشوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده است به التمام کرده و الا خواهم داشت. ببخشید خیلی ریز نوشته. چرا خداوند گفت لازم است پایین بیاید و این دو شهر را ببیند مگر او همه این امور را نمیدانست؟ در کتاب پیدایش اینو نوشته. خب اول از همه این رو بگیم، قبلا ما صحبت کردیم توی برنامه‌مون که ما نمیایم اصول الهیاتی رو که کلام خدا درس میده عوض بکنیم تا نتیجه که میخوایم از یه آیه بگیریم منطقی تر باشه. کلام خدا خیلی واضح به ما درس میده که خداوند از همه چیز اطلاع داره. خداوند خدایی نیست که به یک چیزی براش کشف بشه یا عجیب باشه. خداوند همه چیز رو میدونه، چرا که اوست که آفریننده همه اینها هست و در بعد زمان و مکان محدود نیست، پس قابلیت این رو داره که همه چیز رو بدونه. پس اینجا اشاره‌ای که داره میکنه به اینکه خدا میگه من دارم میام بر روی نازل میشم در صد و معموره، صحبت برای این نیست که حالا من یک چیزی رو میخوام ببینم که از جایی که هستم نمیبینم، پس میام در میان شما تا این چیز برای من باز بشه. اما اینکه واقعا چی داره میگه من اجازه میدم شما ازم صحبت بکنید، بعد من در آخرش یه چیز اضافه خواهم کرد.
نظر من این هست، همینطور که اشکان عزیز گفت، اصلا خیلی خنده داره اگر بگیم که خداوند میخواست از پایین بیاد ببینه که چه میگذره، چون از اون بالا نمیتونست مثلا خبردار بشه که چی داره میگذره. من به نظرم یعنی اونجور که از این آیه برداشت بکنم این که از آنچه که میدونه میاد بر زمین اون عدالت رو برقرار بکنه یا رسیدگی بکنه به اون چیزی که از اون چیزی که داره میبینه، نه اینکه تازه بیاد پایین ببینه چه خبره. و فکر میکنم داره اشاره میکنه به اون بُعد انسانیش که از که در جسم ظاهر بشه و به اون قضیه رسیده بکنه. فکر کنم این رو میشه از دو بُعد مختلف اینو نگاه کرد. همون قسمتی که شما روش اشاره کردید رو جان فریم توی کتاب خودش No Other God بهش اشاره میکنه، توی این کتابش اشاره میکنه به اون دیدگاه الهیاتی که بهش میگن، حالا انگلیسی بهش میگن Open Theism، که میگه خداوند از آینده انسان خبر نداره، چون اگر انسان اراده آزاد داشته باشه باید آینده نانوشته باقی بمونه، چون با اراده آزادش آینده رو تعیین میکنه و خدا میتونه در مورد آینده حدس بزنه، صحبت بکنه و انتظار داشته باشه، ولی هیچ وقت نمیتونه به صورت قاطع این رو بدونه. و داره این دیدگاه رو رد میکنه و در یک بخشی از صحبت‌های خودش اتفاقا به همین مسئله هم اشاره میکنه. گفتم لازم هستش که از این خدمتتون بخونم. میگه که معمولا وقتی که کتاب مقدس از فهمیدن خدا یا پی بردن به یک مطلبی اشاره میکنه، میگه خدا به یک دانشی میرسه، اینجور به نظر میاد، چون همونطور که گفتی خدا نمیتونه در یک برهه از زمان به یه چیز رو بدونه که قبلا نمیدونسته، چون به این معنا خواهد بود که دانشی در یک مرحله از زمان داشته که قبلا نداشته، و این تغییر در ذات خدا رو بهش اشاره میکنه. میگه هر وقت کتاب مقدس در این قسمت صحبت میکنه که سوالی رو میکنه و انتظار پاسخی هستش، مثلا توی کتاب پیدایش باب سایه اینو به آدم میگه ای آدم کجایی، معناش این نیست که نمیدونه آدم کجا هستش، یا تو همین قسمت که میگه میام پایین تا ببینم چجوری، معناش این نیست که میاد تا پایین تحقیق کنه و جستجو کنه. میگه این رو باید توی کانتکست و متن و یا فضای قانونی نگاه کرد. خدا میاد تا اون شواهد و مدارک رو در آشکار کنه، میگه میام تا نشون بدم، در واقع داره با اون استعاره صحبت میکنه که میام این حقایق رو، این مدارک و این پرونده رو باز بکنم. و در این پرونده، چون تمام اون مطلب که اگر نگاه کنیم هم توی کتاب پیدایش باب سایه اینو در ارتباط با آدم، هم توی این قسمتی که بهش اشاره کرده و بخشای متفاوت، ببینیم که خدا یک سوالی رو مطرح میکنه، میاد شواهد و مدارک رو از لحاظ قانونی ارائه میده و بعد درست بعد از اون میبینیم داوری در پیش هست. یعنی توی کانتکست قانونی باید این رو نگاه بکنیم. و بعد دیگه مسئله استعاره دیگه‌اش هست که فکر می‌کنم شما قبل از جلسه با هم صحبت کردیم، می‌خواستید بهش اشاره بکنید. من فکر می‌کنم که اگه بتونم با اجازه شما عزیزان به طور خیلی عامیانه بیان بکنم، فکر می‌کنم ما انسان‌ها دیدمون خیلی محدوده. بیننده عزیز، یعنی شنیدی اون ضرب مثلی که میگه عقل ما انسان‌ها به چشمونه، یه تظاهر اون که چیزی نبینیم باور نمی‌کنیم. پس خدا برای اینکه نشون بده که یک قاضی قهار و بی‌رحم و عصبانی و می‌دونید بدی نیست، میاد در سطح فهم ما انسان‌ها یک عملی انجام میده تو محبت خودشون نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اگه عملا نشسته بود بر روی تخت پادشاهی خودش دستور صادر میکرد که سدوم و عموره از بین بره، اشاره میکرد از بین میره، خب از بین میرفت راحت. اون فهم و شعور انسان‌ها بود که سوال میکرد، که میگفتش که مگه خدایی نیستش که یک شهر از بین رفته؟ درسته؟ پس خداوند واسه این که میدونه که عقل ما به چشمون هست، اومد و گفتش که من بین شماها میام. و این مبحث خیلی زیبا هست. چرا؟ چون که یک نمادی هست از چیزی که در آینده انجام میشه. خداوند وقتی که پسر خودش رو عیسی مسیح رو به جهان فرستاد، جهانی هستش که مثل سدوم و عموره قدیمه، درش گناه، زنا هست، دروغ هست، آدمکشی هست، ریا هست، تقلب، دنیای زشتی ما داریم عزیزم. خدا میگه که چی؟ میگه من در دنیای زشت شما این دفعه پسرم میفرستم که خودم هستم، پسرم میفرستم اونجا در میان شما، این دفعه با یک دید دیگه میخوام بیام، با رحمت و برکت و قوت و حیات جاودانه براتون میام. کی میطلبه؟ کی میخواد؟ بیننده های عزیز، چند نفر از شما عزیزان میگید خدا کجاست؟ پس کجا هست؟ چند نفر از شما عزیزان دست و گریبان گیر این شدید که حتی ماهیت و وجود خدا رو زیر سوال بردید، بخصوص در وقایع اخیر اجتماع، جامعه، خانواده ها، هر چیز دیگه؟ عیسی مسیح همین حرفو میزنه، میگه من آمدم برای تو، من اومدم برای تو تا زندگی تو رو متحول بکنم. ولی زندگی شما از کجا متحول میشه؟ نه اینکه انقلابی بشه، کودتایی بشه، نه، میگه من با قلب تو کار دارم. یه اول قلب تو به حک بزن. خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه که به جایی که بری به دوستت برادرت بگی که در چشم تو خاری هست،
برو خود از خود در بیار. پس بنابراین بازم پیغامی که من اینجا دارم میبرمش به بشارت، یعنی با اجازه شما عزیزان، این هستش که میگه امروز تو کجا ایستادی؟ امروز روزی هستش که خدا با قلبت داره صحبت میکنه. دوست عزیز من، خط تلفن بازه، تماس بگیرید. در این ما لذتی برای صحبت کردن با شما خواهر. ببخشید که دارم نظری احساس ازی شدم و دارم فکر می‌کنم یه جایی معلوم شد شما. من یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بهش می‌کنم. معمولا توی این صحبت‌ها خب دیدگاه‌های مختلفی هست، از زوایای گوناگون بهش نگاه می‌کنن، که یکی از زوایا رو من می‌خواستم بگم، بهش گفت نگی این رو، گفتم چشم. الان میگم چشم، قبلا می‌خواستم بگم. ولی حالا دو تا نکته دیگه هم که هست که بهش اشاره می‌کنن، یکیش این هستش که خیلی هم رواج داره که کتاب مقدس برای ما انسان‌ها نوشته شده، در مورد موارد الهی روحانی صحبت میکنه که ما نمونه اون رو روی زمین نداریم. بنابراین چون برای ما قابل لمس باشه، باید یک قالب قابل درک برای ما قرار بگیره تا اون رو بتونیم بفهمیم. حالا این قالب قابل درک و ملموس برای ما زبان انسانیه. درست. که محدودیت‌های خاص خودش رو داره، بنابراین خیلی از حقایق الهی توش نمیتونه جا بگیره. آفای. یعنی گنجایش اون رو نداره. به همین جهت وقتی که توی این قالب کلمات برای ما ارائه داده میشه، ما ممکنه برداشت اشتباه بکنیم. این یک نگاه دیگه هست به این بخش در کنار اون قسمت اول توی کانتکست قانونی که بهش نگاه کردیم. قسمت سومی رو که البته کتاب‌های تفسیر بسیار متفاوتی هست که این رو بهش اشاره می‌کنه، یکی از این افراد مایکل پول هست، توی کتاب خودش این رو بهش اشاره می‌کنه. و بعد نکته دیگه‌ای که معمولاً بهش نگاه کرده نمیشه همون بخشی که شما گفتید و اون آمدن خدا توی بطن یا متن تاریخه. ما توی باورهای دیگه خدا رو خیلی جدا از خلقت خودش می‌بینیم. خدایی می‌بینیم که فرا باشنده است، بسیار فاصله داره، خلقتش اونجاست، خودش بسیار متفاوته، مقدس، اصلا هیچ شباهتی با خلقت خودش نداره. ولی در ایمان مسیح ما در مورد خدایی صحبت بکنیم که در این حالی که کلام خدا میگه قدوس قدوس قدوس، یعنی بی همتاست، در این حال هم برادرمون مرداد فاتحی، دکتر مرداد فاتحی، کلمات واژه‌های فراباشنده و فروباشنده بسیار زیبا رو استفاده میکنن. در این حالی که فراباشنده است، فروباشنده هم هست، در داخل خلقت خودش هست و با ما در ارتباط. من چیزی که اینجا میخوام بگم این هستش که خدا در بین ماست. دوست عزیز، اگر شما زیبایی جای میبینید، اونجا خداست. اگر جای محبت میبینید، اونجا خداست. و چقدر مهم هستش که ما خدا را از خودمون جدا نبینیم. تمام پیغام انجیل این هست که خدا با ماست، امانوئل. و ما بدونیم که در همه لحظه ها در کنار ما ایستاده. اصلا یکی از بزرگترین تفاوتایی که مسیحیت میتونه داشته باشه از بقیه ادیان اینه که خدا رو خیلی به تو نزدیک میکنه، خدا رو دوست تو، برادر تو، در کنار تو میکنه، نشون میده. و شاید یکی از دلایلی که ما میگیم روح القدس، یعنی دلیل اصلیش هم روح القدسه که در ماست و اون خدا رو در ما ظاهر میکنه که ما میتونیم اون رو حس بکنیم. خب میخوای بریم معرفی کتاب این هفته رو با هم دیگه داشته باشیم؟ به موضوع بحث این هفته همونش برسیم این دفعه، اگه شد چون دفعه قبل متاسفانه نرسیدیم. خب از اون اگر کتاب رو نشون بدن، کتابی که امروز معرفی خواهیم کرد خدمتون نوشته آقای وارن ریزبی هست. کتابی هست، در واقع کتاب ایشون تفسیر انجیل مرقس هست. بیشتر از 50 کتاب تفسیری در وصف کتاب‌های کتاب مقدسشون دارن، 150 کتاب و نوشته دارن از خودشون. صحبت‌هاشون در مورد همه کتاب‌های تفسیریشون به این شکل هست که اول یک در واقع کلیت، یک خلاصه رو در مورد کتاب میدن و بعد به تفسیر کتاب میپردازن. ایشون در واقع در سال 2002 برنده جایزه جوردن لایف تایم اچیومنت شدن. همینطور هم برای 10 سال در واقع مدیر کل و معلم کتاب مقدس بودن در بازگشت به کتاب مقدس در برنامه رادیویی. و این کتابی که هست در واقع در سطح آکادمیک نیست، ولی خیلی به شکل جالب و دید متفاوتی باز میکنه. و واقعا من تشویقتون میکنم اگر شاید نویمان هستید یا دوست دارید کتاب های تفسیری رو با تفسیر متفاوت بخونید، این یک از کتاب هایی هست که نه در سطح آکادمیک البته گفتم، ولی حتما در سطح اینکه بتونید یه سری اطلاعات جدیدی به دست بیارید برای شما مفید خواهد بود. دوست دارم از این کتاب استفاده بکنید. این کتاب این هفته ای هست که خدمتتون معرفی میکنم. خب اگر آماده باشید، بخش در دیدن داستان زندگی هستش. با هم دیگه بریم داستان زندگی زنی که از مردگان برمیخیزه نگاه میکنیم. برخواهیم گشت خدمت شما با بخش جدیدی از برنامه پژواک. با هم باشید. فاطمه از کشور اتیوپی صاحب 9 فرزند میباشد و با وجود سختی ها زندگی خودش رو برکتی از خدا میدونه،
چون این خدا بود که اون رو از مرگ زنده کرد. به مدت 2 ماه به شدت مریض بودم. یک روز که مادر فاطمه برای پرستاری او به ملاقاتش رفته بود، با جسد سرد و بیجان دخترش روبرو شد. مادرم با جسد سرد و چشمهای باز من روبرو شد و فهمید که من ساعتها مردم. به همه زنهای دهکده خبر داد و همه اومدن که برای تدفین من آماده بشن. فاطمه که مسلمان به دنیا آمده بود و بعد مسیحی شده بود، به یاد میاره که پس از مرگش انگار روحش به سوی آسمان شناور شده بود. احساس آرامی داشتم تا اینکه با چهره برادر شوهرم که 2 سال پیش مرده بود روبرو شدم. او دست منو گرفت و احساس کردم که بر سطح دنیا معلق هستم و دارم پرواز میکنم. زیر پام احساس کردم که در جایی بسیار تمیزی قرار گرفتم که از دنیا کاملا سوا بود. خانواده فاطمه در سوگواری بودند که یک میسیونر جوان از دور متوجه شیون اونا میشه و بهشون سری میزنه. از دور منظره شیون رو دیدم و در یک آن خدا به هم گفت من امروز از طریق تو یه مرده رو زنده میکنم. میسیونر شروع میکنه به دعا کردن و همه زنها متحیر بودن که چرا این مرد مسیحی داره برای جسد مرده دعا میکنه. در همون لحظه چهره مادر شوهرم رو دیدم که به من میگفت تو باید برگردی و برای بچه هات مادری کنی. میسیونر بیش از چند ساعت بر سر جسد فاطمه دعا کرد. دعا میکردم که فاطمه از مرگ بلند شو و برخیز، که ناگهان فاطمه بلند شد و نشست. احساس کردم 2 مرتبه برگشتم تو بدنم و بلند شدم و سوال کردم چی شده؟ همه متعجب بودن و میپرسیدم مگه میشه با دعا مرده زنده بشه؟ اگه این حقیقت داشته باشه تا دیر نشده ما هم باید مسیحی بشیم. من از طریق شوهرم که یک میسیونر مذهبی بود مسیحی شده بودم. پس تمام خانواده من که مسلمان بودن شروع کردن به آهنگ خوندن و شادی کردم که خدای تو عجب خدای عظیم و بزرگیه. میدونم این اراده خدا بود که من برگردم و از بچه هم مراقبت کنم، ولی حاضرم هر وقت اون بخواد دوباره پهلوش برگردم. وقتی ما مسیحی ها میمیریم ایمان داریم که در ملکوتی خدا قرار میگیریم و به آینده ای روشن اعتقاد داریم. این هست فرق ما با بقیه. دوست عزیز من، ممکنه شما با انگشت حیرت به دهان دارین بگید که یعنی چی؟ این حرف اینا چیه که میزنن؟ یعنی از مرد زنده شدن، حیات جاودانی، شادی بعد از مرگ؟ و ممکنه واقعا سوال بکنید که بگید که یعنی چی این مسیحیت؟ ولی یک چیزی در درون قلب شما رو روی این کانال گذاشته که دارین برنامه رو نگاه میکنید، روی عزیزانی که رو وبسایت که دارن نگاه میکنن، گویی یک چیزی در قلب شما داره باهاتون صحبت میکنه و میگه بلند شو و اینجا رو نگاه کن، من برای تو چیزی دارم. شما کجا دیگه دیدید که حرف از محبت چنان باشه که حتی بیاد بر زخم‌های ما، بر دردهای ما، حتی بر مرگ مرهم شفا و محبت رو بگذاره؟ اینها فقط چیزی هستش که میتونه از ذات خود پروردگار انجام بشه. چیز بنجلی نیست، چیز اتفاقی، چیز احساساتی نیست که بگیم حالا مردم رفتن دخیلی بستن حالا به خاطر اعتقادشون یا فرفن زنده شده. نه، اینا معجزه های عظیمی هست، معجزه هایی هستش که ما درش در رساله های مختلف میخونیم، مانند معجزه های موسی، عیسی و دیگران. عیسی مسیح هنوز داره معجزه انجام میده. چرا؟ بعضیا میگن بابا مپسی بود پیغمبری 2000 سال پیش اومد و رفت و معجزه انجام داد، تموم شد رفت، بابا بعد از اون پیغمبره دیگه اومدن. ولی نه نه نه، عیسی مسیح فقط یک پیغمبر عادی نبود. عیسی مسیح برای ما فقط یک کسی نبود که فقط پیام خدا رو بیاره. خود اون ذات خدا رو در درونش داشت. 100% انسان و 100% خدا. من کفر نمیگم، این رو کتاب مقدس داره میگه دوست من. برای همین هستش که با گذشتن 2000 سال
از آمدن او، از مصلوب شدن او، از زنده شدن او بر روی صلیب مجدداً میبینیم که هنوز که هنوزه داره معجزه های انجام میده که ماها در حیرت موندیم که یعنی چی؟ مرده زنده میشه؟ نه فقط در آفریقا، در ایران خودمون مرده داره زنده میشه. ابرس داره پاک میشه، کسایی که در ناراحتی هستن دارن شفا پیدا میکنن، ولی مهمتر از تمام اینها امید واقعی داره در زندگی عزیزان میاد. اطراف رو نگاه کنید، فکر میکنید آمدن تلویزیونی مثل تلویزیون محبت اتفاقی هست؟ خداوند داره کار عظیمی انجام میده در سطح دنیا، داره با ایران ایرانی صحبت میکنه، درهای عظیمی رو خود خداوند داره باز میکنه. چرا؟ چون تو رو دوست داره. میگه که امروز من برای تو آمدم و برای تو پیغامی دارم. اگه تشنه هستی میخوای دریافتش کنی، به راحتی لازم نیستش که بری کلاس الهیات، بری کاری انجام بدی، در خانه خودت بگوی خداوند من میخوام بچشم. اگه علاقه من هستید که اینو دریافت بکنیم، ازتون دعوت میکنم که با من این دعای ساده رو بکنید. همونجا که نشستی دوست عزیز، اگه در درونت یه غیرتی هستش که میگی من اینو میخوام، به همین راحتی میتونیم با هم دیگه این دعا رو بکنیم و دریافتش کنیم. پس اگر با من هم دعا بشی، میتونی این رو تکرار کنی که ای خدای بزرگ، من امروز خودم و زندگی خودم و افکار خودم رو، شکها و ناباوری‌های خودم رو بر زیر صلیب پسر تو عیسی مسیح میذارم. میخوام خودم و زندگیم رو تقدیم تو بکنم. ای روح القدس بیا در زندگی من کار جدیدی انجام بده. بیا و منو تازه کن. بیا و اون تولد تازه رو به من بده. دردها، ملالتها، غمها، اشکا و تمام اینها رو در حضورت ای خداوند میگذارم و باشه که شادی ابدی در زندگی من، اون سرچشمه محبت در بطن من شروع بکنه زندگی من رو تحت تاثیر قرار دادن و از زندگی من به خانه و خانواده من تراوت کنه. این دعا رو من برای شما از ته دل کردم و از شما دعوت میکنم که در مشارکت با عیسی مسیح آغاز کنید یک زندگی جدید رو. اون شما رو خیلی دوست داره و براتون بهترین ها رو برمقام نموده. خطای تلفن بازه، دوست داریم که از شما بشنویم. مشاوران در پای تلفن هستن، اگه بخواید دعا بکنید، عزیزانی هستن که میتونن با شما دعا بکنن. پس خواهش میکنم که تماسی بگیرید تا بتونیم در این خانواده روحانی با هم دیگه یک قانون گرم و صمیمی رو داشته باشیم. ممنون. شاید خیلی وقتا در زندگی تصمیم میگیریم با کارهای نیکویی که میتونیم انجام بدیم عدالت رو از آن خودمون بکنیم، ولی عیسی مسیح با زندگی مطیعانه خودش بر روی زمین عدالت رو از آن ما کرد. امروز فقط کافیه با فروتنی اون رو بپذیریم و وارد زندگی و قلب خودمون بکنیم و اون عدالت رو به ما عطا میکنه. دوست عزیزی که میخوای عدالت رو دریافت بکنی، میتونی با ما تماس بگیری. مشاورین ما در خدمت شما هستن. برای تماس با برنامه پژواک از طریق اینترنت می توانید از فیسبوک، سکایپ، یاهو مسنجر و وبلاگ شبکه محبت استفاده نمایید. آیدی ارتباط با ما پژواک شو. خب خوش آمدید به ادامه برنامه پژواک. امیدوارم تا این لحظه‌ای که با ما بودی خسته نشده باشید. ما با هم دیگه ادامه خواهیم داد با مبحث تأثیر مسیحیت بر دنیا، مبحثی که چند هفته گذشته می‌خواستیم در موردش صحبت بکنیم ولی فرصت نشد. امروز اگر فرصت کنیم دوباره در موردش صحبت خواهیم کرد. اما پیش از اینکه بپردازیم به مبحث این هفته، اجازه بدید ما رمضان عزیز رو که روی خط هستن داشته باشیم. بفرمایید شما روی خط هستید. رمضان جان شما روی خطید عزیزم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. سلام. سلام بر شما. سلام آقا. شبتون بخیر. خیلی ممنون، متشکرم. مرسی از تماستون. بفرمایید. من خودم آقای رمزی هستم. خب خدا رو شکر، بفرمایید. در خدمت. من قاعدت از مزاحمت. آقای من به این شبکه نجات و با محبت خیلی وابسته شد و ایمان آورد. خب بله، احتیاجم داشت، درست کرد.
دعا کرد، از حضرت عیسی خواست، ترک کرد. بله. من 25 سال بچه ندارم، 23 ساله. اوکی. میخواستم واسه من یه دعاش کنید. من هم ایمان دارم باید سوال یه بچه رسم. یه اسم فهم میخوام بذارم عیسی. هللویا. خب میان یک سوالی از شما دارم، دوست عزیز، خواهر عزیز گرامی من. آیا خود شما مانند همسرتون از عیسی مسیح دعوت کردین که در قلبتون بیاد و مالک زندگی شما و وجود شما بشه؟ من تا به حال نه، یعنی الان که با این شما تماس گرفتم از حضرت عیسی خواستم که ایمان من قوی کنه. هللویا. خب بس اجازه بدید من از شما یه خواهشی بکنم. آیا اجازه میدید که تلفنتون رو صداشو کم بکنید؟ لطفا یعنی صدا تلویزیون رو کم بکنید، از طریق تلفن با هم دیگه صحبت بکنیم. و من از جنیفر جان خواهش میکنم که در این قسمت من فکر میکنم اول از هر چیز خواهر عزیز من این هستش که قبل از اینکه بریم به یه نفر بگیم که به این کارا انجام بده، بریم ببینیم که اصلا کی هست در زندگیمون واردش بکنیم. و اگه شما بتونید در این قسمت. درسته خواهر خوبم، من همونطور که فایبرز عزیز گفت دلم میخواد اول، یعنی خداوند هم میخواد اول او رو به عنوان نجات دهنده بپذیری، اول با این هدف که میخوای گناهان تو بخشیده بشه و اون رو به عنوان خداوند خودت بپذیری، او رو قبول کن و بعد در کنار اون خداوند بر طبق اراده خودش همه چیز رو برای تو مهیا خواهد کرد، نه فقط به خاطر یک نیاز انسانی خودمون بخوایم بریم و عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده بپذیریم. اگر میخوای میتونی این دعا یا دعایی مثل این رو، ولی مهم نیست که چه کلماتی داری استفاده بکنی، مهم اینه که در فکر و قلبت چی میگذره انجام بدی و عیسی مسیح رو به قلب خودت دعوت کنی. میتونی بعد از من تکرار کنی، در دلت میتونی تکرار کنی، هر جور که راحت هستی. ای خداوند، ای عیسی مسیح، تو را با تمامی دل و جان میپذیرم. ای خداوند، امروز به حضور مقدس تو اومدم و میخوام فروتن بشم و میخوام از تو دعوت بکنم که وارد زندگی من بشی و کنترل زندگی منو در دستای مقدست بگیری. امروز ای خداوند، ای عیسی مسیح، اومدم اعتراف بکنم که گناهکارم و به تو نیاز دارم که بخوای منو ببخشی. ای خداوند، ای عیسی مسیح، من میپذیرم که تو خداوندی و تو جانت رو به خاطر من دادی و از مردگان قیام کردی و امروز در آسمان ها هستی. و ای خداوند، میخوام امروز از امروز سمت فرزند خواندگی تو رو ای خداوند داشته باشم و از تمامی با تمامی فکر و قلبم تو رو پیروی کنم. در نام عیسی مسیح با ایمان میپذیرم، آمین. خواهر خوبم، امیدوارم که در این تعهدی که در قلب و فکرت بستی بتونی بمونی و با خوندن کلام خداوند بتونی در این راه قدم‌های بزرگ برداری و برسی روزی که بخوای زنگ بزنی و به ما بگی که از بعد از امروز یا روزی که واقعا تصمیم گرفتی و قلبتو به عیسی مسیح سپردی چه اتفاقی در زندگی تو افتاد. خدا برکتت بده. مرسی، مرسی خواهر خوبم از تماس. هللویا. تبریکم بهتون میگیم. بفرمایید. میشنوید صداتون. مرسی عزیز. خدا نگهدار. میگه ای تشنه بر شمس رخت، شمس رخش عیسی مسیح ها آمده. یعنی کسی که دنبال نور خوش مسیح میگردی، عیسی مسیح آمده. واقعا به چالش میکشیم الان. به چالش، به چالش میکشیم. عیسی مسیح آمده، هی بده حالا. اون که فقط یه شعر بیشتر بلد نیست. در اصل فرصت غنیمت میشونین که به عزیزانی که از طریق مسنجر با ما ملحق شدن، از طریق فیسبوک با ما ملحق هستن، به اونام خوش اومد بگیم. امیر عزیز و دیگر عزیزان، منم میخوام از این طرف حالا دوربین دستم افتاده یه سلام گرمی بکنم به مهدی عزیز در ترکیه و فرزام عزیز در ترکیه و دیگر عزیزانی که با من نگاه میکنن. ما هم رفیق داریم، میتونیم و عزیزان شیرازیه به همه تون سلام کنم. رفیقا دوستای من، دوستتون داریم. آقا بریم یه سوال رو جواب بدیم. از دوستان عزیز روی خط هستن. مرجان، مرجان جان شما روی خطید، بفرمایید. مرجان عزیز روی خط هستیم، بفرمایید. صدا تو مرجان جان میشنویم. الو. بفرمایید. از تلفن مواصلت. الو سلام، خسته نباشید. زنده باشید. سلام، شبتون خوش. حالتون خوبه؟ متشکرم. شما خوبین؟ مرسی، ممنون. منو شناختین؟ من همونی هستم که چند وقتی بهتون زنگ زده بودم، ایمان آورده بودم. به برنامه ما زنگ زده بودین؟
آره به برنامه پیجاک من مردان هستم. مرجان جان اینا همشون دارن پیر میشن، حافظه‌شون خراب شده، ببخشیشون. ولی بازم به اسم تبریک میگیم برای. ولی خیلی خوشحالیم که زنگ میزنی دوباره. ما همیشه تشویق میکنیم عزیزانی که واقعا ایمان میارن به ما زنگ بزنن و اعلام بکنن که اگر در ایمانشون موندن، اگر تجربیاتی دارن. مرجان عزیز در کجا قرار گرفتی؟ کجا هستی؟ البته منظور از مکانی نیست. من الان خونه خودم نشستم کنار شوهرم. بعد صحبت میکنم. سلام برسونید. در خدمت مرجان جان، میشنویم صداتو. بفرمایید. من در مورد قفل تعمیر میخواستم، من قفل تعمیر رفتم نشدم. بعد در مورد قفل تعمیر میخواستم، ببخشید که ربطی به موضوع نداره، ولی خب میخواستم باهاتون صحبت کنم در مورد قفل تعمیر، ببینم میتونم خودم همین قفل تعمیر تا وقتی که نتونستم برم کلیسا انجام بدم یا که نه اصلا نمیشه. نمیتونست. نه عذیت میکنه بابا، عذیت میکنه. خودتون رو قصد تعمید نمیتونید بدید. قصد تعمید یک حالا بستگی داره از هر از چه دیدگاه الهیاتی نگاه کنید، به هر حال باید در حضور حاضران اتفاق بیفته، شاهدهایی که اونجا هستن و دارن ایمان شما رو اونجا میشنن و دارن شما به ایمان خودتون اعتراف میکنن. برای این کسی ما توی کتاب مقدس کسی این آموزه رو نداریم که شخص خودش رو قصد تعمید بده. و میدونین چرا هست مرجان عزیز؟ به خاطر این هستش که وقتی که ما تعمید و قصد تعمید رو میگیریم، داریم عملاً تولد تازه رو اعلام میکنیم به دنیا و میگیم که من تولد تازه دارم میگیرم. خب البته من نمیگیم بریم یه فتوی میدون شهر آدم این کار رو انجام بده، ولی روی هم رفته ما داریم اعلام میکنیم که هر آنچه کهنه بود در گذشت، اینک خلقت اینو در مسیح هستم. این یک اعلامی هست به دیگران. شما آیا یک سوال از شما دارم، آیا همسرتون که در کنارتون نشستن ایشون هم با شما مسیح رو در قلبشون قبول کردن؟ نمیدونم ولی احساس میکنم قبول کردم. بعض وقتا فکر میکنم که هنوز به زبان نیوردن. الان چطوری نگاهتون کردم میتونید بفهمید؟ خب اگه ایشون علاقه من باشن بذاریشون پای تلفن ما باشین یه سلام عبرپرسی بکنیم به حال. ولی قبل از اینکه با شرط صحبت کنیم مرجان عزیز، من نمیدونم شما در کجا دارین زندگی میکنین و آیا به قول معروف امکانه اینکه قصد تعمید بگیریم براتون هست یا خیر، ولی خودتون رو اذیت نکنین اگر فعلا امکان گرفتن قصد تعمید رو ندارین. فکر نکنین که اگر ایرادی یا کمبودی در ایمان مسیحی شما وجود داره. به قول معروف این نیست که هر کسی ایمان آورد حتما باید قصد تعمید گرفته باشه. اگه قصد تعمید نگیره پس تأییدی بر ایمان به قول معروف اون وجود نداره. صحبت جناب جان بیشتر سر این هست که نجاتتون رو از دست نمیدید به خاطر نداشتن قصد تعمید. مثلا نگران نباشید، ولی خوبه دعا کنید، حتما خداوند شما رو به جای هدایت خواهد کرد که یک شبان یا مقام روحانی بتونه به شما در این مورد کمک بکنه و شما رو خدمت بکنه. اما نجاتتون رو از دست نمیدید، نگران نباشید. متاسفانه در مورد عرشای ربانی میخواستم همین عرشای ربانی چجوریه، مثلا چیه؟ من اصلا اینو نمیدونم عرشای ربانی چیه. عرشای ربانی رو هم تنها نمیتونید بگیرید، اون هم بعد در حضور کلیسا باشه. عرشای ربانی در واقع یاداوری کاری هستش که مسیح برای ما انجام داده و حالا ما گاهی اوقات اون رو فقط یک سمبل میبینیم که نانی که پاره میکنیم و شکرگزاری میکنیم و میخوریم به معنای بدن مسیح است که برای ما پاره شده و خونی که ریخته شده رو در سمبل شراب یا آب انگور اون رو مینوشیم. ولی تمام اینا در کنار معانی روحانی داره. کلام خدا به ما این رو تعلیم میده و کلیسا همیشه این رو بهش باور داشته که حضور مقدس خدا هم در این عشا هست. بنابراین این هم بعد در جمع به عنوان کلیسا به عنوان یک بدن اتفاق بیفته و با دانش به اینکه ما چه کاری رو انجام میدیم. ما برنامه‌هایی رو قبلا در این زمینه داشتیم، اگر برگردی توی وبسایت ما نگاه کنی ما این رو حدود نیم ساعتی در مورد صحبت کردیم. اگر مقاله‌ای هم توی این قسمت خواستید در خدمت هستیم که برای شما میتونیم بفرستیم که بتونید اطلاعات زیادی داشته باشید. ما مثل اینکه باز طبق معمول چند هفته گذشته آخر نرسیدیم موضوع بعد قبل از اینکه بریم من چیز بگم بازتون. اگر شما عشای ربانی ادوین جان گفتن که چه شرایطی داره، ولی من خودم شخصا با خانواده خودم در خلوت خانه خودمون خیلی وقتا میشه که میایم و یاداوری میکنیم به عنوان سمبولیک، یاداوری میکنیم حضور خدا رو در زندگیمون با طریق دریافت کردن نان و حالا آب انگور هر چی که هست، فقط یاداوری میکنیم اون رو و که برای ما چه کار عظیمی انجام داده. پس بنابراین ولی اصول اصلی الهیش هم که ادوین جان گفتن پابرجا هست. در مورد همسرشون صحبت کردیم، فقط داشتیم مزاحی بود، می‌خواستیم بگیم برامون عزیز هستید
و دعا میکنیم که واقعا خود معرفت عیسی مسیح در قلب تک تک بیننده‌های عزیزمون کار بکنه. همتون رو دوست داریم. بفرمایید اونجا. خواهش می‌کنم. چرا تلفن دارید؟ می‌خوام بریم موضوع رو شروع کنیم. عرضم به خدمتتون که نکنین. ایشون نکنین. بقیه اگه هنوز بخواید. مرجان عزیز شما گفتید که همسرتون هم هستن کنارتون؟ آره هستم. مایل هستن صحبت کنم؟ البته از اینکه خودت خجالت میکشم ولی خب باهاتون صحبت میکنم. مثل ادوین ما هستم. منم خیلی خجالت. اسم همسرتون اگر بدونم. سلام علیکم. سلام بر شما. الو. خوب هستید؟ من ادوین هستم. شما خوبید؟ برادر عزیزم. سلام. الو. جانم میشنم صداتون. بفرمایید. سلام عرضتون. زنده باشی. خسته نباشی. مرسی. خدا رو شکر برای وجودتون. من اسم کوچیکتون رو میتونم داشته باشم؟ جان؟ اسم کوچیکتون رو. اسم کوچیکم محمده. محمد عزیز. خیلی خوشحال هستیم که روی برنامه هستی. محبت کردی، زنگ زدی. خدا برکت بده شما رو و خانومتون. سوالی از خدمتتون داشتم. آیا شما خانومتون به مسیح ایمان آورده؟ آیا خودتون شخصا هیچ اطلاعاتی در مورد مسیح و کتاب مقدس دارید؟ یا ایمان دارید به اینکه خداوند عیسی مسیح خداوند نجات دهنده است؟ بله بله. خب خدا شکر این حل که قبول نشد. بقول دوستامون که هیچ مشکل حل شد. خدا برکتتون بده. محمد عزیز، مرجان عزیز، هر وقت سوالی داشتیم ما در خدمت هستیم، میتونیم با شما در ارتباط قرار بکنیم. بعد از جلسه هم در خدمت هستیم. آمین. محمد جان و مرجان عزیز، نمیدونم حالا کوچوره خانواده دارین، بچه دارید یا نه، ولی حتی همین امشب هم میتونید شما برید یه تیک نان رو بردارید با هم دیگه. البته با اجازه ادوین جان خواهش می‌دارم. میگم چیکار نکنید. آره شما خودتون نه شامتون به کنار ولی بردارید و بگید خداوند ممنون که این غذا رو به ما دادی، برکت دادی. من دعا می‌کنم که این نمادی باشه از حضور تو، از وجود تو، از بدن تو در زندگی ما، و وقتی که اون رو دریافتش می‌کنید یادآوری بکنید کار عظیمی رو که مسیح روی صلیب انجام داد. و اینطوری هستش که ما یادآوری می‌کنیم و احترام می‌گذاریم و یک بار دیگه تجدید عهد میکنیم به خداوند. خانه ای که بر روح خداوند بنا شده باشه خانه ای هستش که متزلزل نیست. خوشا به حال شما و خانواده شما. در حال ممنون که تماس گرفتید. خب خدا رو شکر. مرسی برای محبتتون. ما حدود 10 دقیقه بیشتر به انتهای برنامه نداریم. تو این فرصت 10 دقیقه گازشو بگیر اشکان جان تا جا داری. بفرمایید شما مقدمه رو می‌خواستید شروع بکنید. من مقدمه کوتاهی بگم اگه دفعه دیگه هم شروع کردیم حداقل یک مقدمه رو داده باشیم، بی ربط هم نیست به شرطی که تو این برنامه‌های گذشته داشتیم. از کتاب ترانه ناقوس نوشته آقای دهقان تفری براتون صحبت می‌کنم. این تیکرا بسیار نویسنده معروفی هستن حداقل در بین ایرانیان. من از در واقع فصل پنجم بخش ششمش براتون یه بخش رو پیدا کردم. خیلی جالب نیست؟ اول اینو بگیم که جالبه که ایمان مسیحی برخلاف خیلی از ایمان‌های دیگه ایمانی نیست که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم و نتیجه و ساختار کار خداوند بعد از اینکه ما مردیم در زندگی ما شروع میشه. ایمان مسیحی جایی هست که از وقتی که ما ایمان میاریم همونجا وظیفه مسیحی ما نه نسبت به شخص خودمون که در قلبمون و در زندگی ایمانیمون هست، بلکه نسبت به اجتماعی که در اون هستیم هم حکمفرما میشه و کلیسا از زمان‌های اولیه اینو در خودش داشت و نشون میده. من می‌خوام این تیکر رو براتون بخونم. از صفحه 133 می‌خونم. ایشون میگن علاقه مسیحیت تنها به سرنوشت ابدی افراد در جهان آینده نیست. ایمان تنها موضوعی شخصی و فردی بین خالق و مخلوق نمی باشد. به مسیح تعلق داشتن یعنی به دوش کشیدن صلیب در زندگی، یعنی به عهده گرفتن مسئولیت‌های سنگین در اجتماع به هر قیمتی که باشد، یعنی مبارزه بر علیه هر نوع بی‌عدالتی و شرارت، یعنی تلاش و فعالیت در استقرار جامعه سالم که در آن عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برقرار باشد. ایشون خیلی قشنگ صحبت می‌کنه. میگه من به عنوان یک مسیحی یک سری وظایف فردی دارم به نسبت به ایمان خودم، نسبت به رشد روحانی خودم، و وظیفه دوم من تأثیری هست که من از استانداردهای خدا بر جامعه میذارم. و خب اگه میرسیم حالا امروز یا روزهای دیگه بخوایم بجوش صحبت بکنیم، ما نگاه میکنیم ببینیم در طول قرون گذشته از اول تاریخ کلیسا چقدر کلیسا دست گذاشت بر باورهای غلط جامعه هایی که بر حکومت میکردن و چقدر باعث اصلاحات شد. حتی اصلاحات انقدر زیاد هست، ما تو برنامه های قبلیمون یه سریش رو اشاره
اشاره کردیم، ولی حتما بهشون اشاره خواهیم کرد. اصلاحات فقط اصلاحات اخلاقی هم نیستن، جالب این هست، اصلاحات در واقع جنبه های خیلی مختلف ادبی، هنری، موسیقی و چیزهای مختلف داره که راجعش صحبت میکنیم. میدونم شما میخواید راجع به این مطلب صحبت کنید، چون کلامتون رو باز کردم. نه داشتم همینطور گوش میدادم به حرف شما. یعنی دقیقاً زوقی دارین مفتن که در لغت صحبت میکنیم، میگه که هر کس که بخواد دنبال من بیاد آماده باشه که هر روز صلیب رو برداره و پاش من بیاد، از دنبال من بیاد. ولی مبحث شیرینی هست، اینو ادامه بدید تو سن بشه. خب من بقیه شما تلفن بگیرید. تلفن داری خواهد. من فکر می‌کنم داخل مبحث نمی‌رسیم بچه‌ها. این 5 دقیقه فکر کنم هر چی هم زور بزنیم هر چی به جای نمی‌رسیم. با صحبت کردن تند من و شما هم هیچ وقت به جای نمی‌رسیم. خیلی کم خواهد اومد. خب عرضم به خدمتتون، ما حسین عزیز رو داریم از اتریش. بفرمایید حسین جان. سلام، خسته نباشین. سلام عزیزم. میبخشید، من سوال خدمتون داشتم. من سوالم در رابطه با موقعی که مسیح رو روی صلیب مصلوب کردن، قبل از این که دو تا جنایتکار یا همون دوز رو در چپ و راست مسیح به صلیب کشیدن، مسیح به اون دوزه سمترا بهش گفت که شما با من امروز در فردوس خواهید بود. بله. من میخوام واقعا بدونم، البته من هیچ شکی ندارم که و 100% ایمان دارم که همون لحظه طبق وعده مسیح اون دود در فردوس با مسیح هست، یعنی شکی توی نیست. منتها سوال من اینه، اندازه زمانی منظور کیه؟ همونجور که ما میدونیم مسیح 3 روز در قبر بود و حتی 40 روز بعد از قیام از مرگ هم روی زمین بودش. به خاطر همین من واقعا این برای یه سواله، منظور مسیح دقیقاً امروز چه زمانیه؟ در صدی که ما میدونیم که مسیح بعد از قیامش و مدرم میخوام تو اون 3 روزی که در قبر بود، روح مسیح پیش نزد اول محبوسی رفت که توی اول پتروس به این موضوع اشاره کرده. حسین عزیز مرسی برای این سوالتون، سوال خیلی مهمی هستش و همیشه هم مطرح شده. شما با یک پیشفرض دارید نگاه میکنید که این دیدگاهی که گفتید صحیح است. البته این یکی از صحبت‌های یک دیدگاهی هستش که مسیح بعد از اینکه مصلوب میشه روحش کجا میره، دیدگاه مختلفی هست. یک دیدگاه میگه که مسیح در ارواح مردگان هست، یک دیدگاهی هستش که میگه مسیح در جهنم رفت، یک دیدگاهی هستش که میگه مسیح روح مسیح پیش پدر آسمانی میره. بنابراین بستگی داره که از چه قسمت‌هایی نگاه بکنیم. اگر کلیسای مسیح، دیدگاه تاریخی کلیسای مسیح این بوده همیشه که مسیح بعد از اینکه مصلوب میشه و میمیره، روح او نزد پدر آسمانی میره. بنابراین این داستانی که مسیح در ارواح مردگان بوده و یا به قدیسین عهد عتیق رو از به قول معروف از اون جایگاه روحانی خودشون آزاد میکنه و به فردوس میاره، یا من چه میدونم به ارواح شریر اونها پیروزی خودش رو اعلام میکنه، اینا دیدگاهی هستش که کلیسا معمولا بهش باور نداشته، که البته هنوز اون قسمتش رو کتاب پتروس رو اول پتروس رو نمیخوایم اینجا تفسیر بکنیم. ولی صحبت اصلی این هستش که مسیح وقتی که میمیره روحش با پدر آسمانی هستش و از همون لحظه نجات برای ما تهیه میشه. بنابراین وقتی که مسیح میگه که امروز با من در فردوس خواهی بود، میتونیم اینو به صورت خیلی لغوی نگاه بکنیم که او وارد آسمان میشه. من می‌خواستم دیگه در فکرم هستش که باهاتون صحبت بکنم، این بود که اگه توجه کنین در مورد دوتا دوزی که اونجا بودن روی در کنار مسیح بودن، میگه یکیشون ناباور بود، یکیشون حتی برگشت به عیسی مسیح میگه که اگه راست میگی واقعا مسیح هستی، اگه تو مسیح هستی چرا خودتو به ما رو نجات نمیدی؟ پس شما دارین 2 نفر رو نگاه میکنین، خیلی سمبولیک هست برای امروز ماها. یه نفر نگاه میکنین دوزده که میگه که امیدی نداره، باوری نداره و میدونه که اون روز روز مرگشه، چون اون روز میمیره. پس برای اون تمام حیاتش اون روز روز آخره، دیگه آینده‌ای وجود نداره. در صورتی یک دوز دیگه داریم که اون باور کننده است و وقتی که میاد به عیسی میگه مسیح باور میکنه، عیسی مسیح میاد و آنها یک مهر تاییدی میزنه به اون و به اون یک پیغام امید میده، میگه از امروز با من خواهی بود. یعنی چی؟ یعنی تازه ماجرا اولشه، یعنی برای تو مرگ دیگه وجود نداره. ممکنه برای کسی باور نکرده مسخره بکنه، امروز روز آخر باشه، دیگه حیاتی نداشته باشه، ولی تو بعد از این با من حیاتی زندگی و جدید خواهی داشت. و این سمبولیکی که برای ما انسان‌ها امروز، اون دزدها کسانی هستن که خطاکار بودن، تمام ماها انسان‌ها خطاکار بودیم و خطاکار هستیم. زمانی میرسه که بعد انتخاب بکنیم، خیلی راحت بگم معذرت میخوام، زمانی میرسه که بعد انتخاب بکنیم که آیا وقتی که میمیریم تموم شد و رفت، یا وقتی که میمیریم حیات دیگه وجود داره. و عیسی مسیح میگه که اگر منو قبول داشته باشید
امروز من و شما میگه، میگه از امروز به بعد، یعنی حتی تا ابدالآباد، حرفی که شما زدی تا ابدالآباد با من خواهیم بود. یه بخش دیگه هم اجازه بدید من اضافه بکنم. باز برگشتیم سر معنی و تفسیر کلام خداوند. کلام خدا سه تا حداقل در سه جا سه شکل مختلف کلمه روز رو صحبت میکنه. کلمه روز رو در قبل از اینکه اصلا خورشید و ماه بیان صحبت میکنه، کلمه روز رو به صورت 24 ساعته صحبت میکنه و کلمه روز خداوند به معنی روز داوری رو صحبت میکنه. اگر شما به کلمه روز به صورت 24 ساعته نگاه بکنید، شاید یه خورده براتون مسائل بیشتر متفاوت باشه. ما نمیدونیم واقعا اینجا منظور مسیح دقیقاً از کلمه روز چی هست، چون اطلاعات زیاد کافی نداریم، نمی‌تونیم بگیم 100 درصد این به این معنی هست. ولی تشویقتون میکنم که فقط هم در اون چهارچوب شبانه روز و 24 ساعت انسانی بهش نگاه نکنه، چرا که ما داریم روزهای آخر که مثلا الان نزدیک چند وقت که حداقل چند هزار سال که داره اتفاق میفته، پس یه خود کلی‌تر به این مثلا نگاه کنیم، شک کمکمون بکنه. این جدید بود برای من. ببین اومدن اشکان کار خیلی خوبی بود، من ازش هم یاد میگیرم. خب عرضم به خدمتتون که سوال کسی چیزی نداره. عزیزان تلفنی هستش که بخواهیم بگیم؟ میخواید موضوع برنامه هفته آینده رو بگیم چون نداریم کلیپی که پخش کنیم. تصویر مسیحیت چی هست؟ تصویر مسیحیت. این سه هفته است که ما در مورد تصویر مسیحیت میخواییم صحبت بکنیم در دنیا. هفته آینده به فیض خدا به یکی از موضوعایی برخواهیم گشت که قبلا در موردش صحبت کردیم و اون زندگی بعد از مرگ. و فکر میکنم با اینکه خیلی از ماها دیدگاه کتاب مقدسی در این رابطه داریم، ولی به خاطر اینکه هوشیارانه در مورد این مسئله صحبت نمیکنیم، چیزهای خیلی غیر کتاب مقدسی رو در موردش میگیم و حتی خیلی از سرودهای مسیحی هم اگر دقت کرده باشید در این بر اساس کلام زنده خدا در مورد روزهای در مورد زندگی بعد از مرگ صحبت نمیکنه. خیلی مهم هستش که سرودهای مسیحی رو ما بسنجیم. دقیقاً. حتی بعضی شاید خوششون نیاد این کارو بکنن، ولی فکر میکنم چون اگر پرستش بعد مطابق کلام زنده خدا باشه. هفته آینده پس در مورد همین مسئله صحبت خواهیم کرد. خب واسه هم تشکر میکنیم از فریبرز عزیز و خیلی خوشحالیم که با ما هستین. واقعا به قول معروف شما تو چیکار میکنی اینقدر جوون میمونی؟ ببینید بیننده هایی که نمیدونن، اتاق پشت اتاقی هستش که اونجا گرین میکنن ماها رو، بنابراین اخیرا رفتن سزا گرفتن که تمام چین شروک ها و ماهای سفید بر میداره و یه مقدار ماها. البته نه، در مورد من این کارو نمیکنه. البته همون برای مورد شما خودتو برد. ولی مرسی بچه ها که امروز اجازه دارید در خدمتتون باشم. برنامه پژواک همیشه برای من یک نقطه عطفی هستش که یک احساس خانوادگی خود برای من داره. امروز هم من رو اووردید و نتونستید به بحث خودتون برسید، ولی مرسی، ممنون هستم که من رو متحمل شدید و اجازه نمیز در خدمتون باشم. باعث برکت از این فریبرز عزیز، دوستی شما فقط این قسمت پژواک نبوده، همیشه خارج از برنامه هم از حضورت از محبتت همیشه. شما قبل از برنامه گفتید یه شعر حفظ هستید، گفتم شعر بخونید شیرازی یادتون از الان جلوی بینندگان مجتون رو فراموش کردم. ای بای اشکالا خب دفعه دیگه حافظه رو نمیشه گریم کرد. خب شیراز و بس از شما بار میگیره برای دفعه دیگه. ولی واقعا طلب برکت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان میکنیم. دلیلی که اینجا ما یه مقداری با مزاح و سلامتی شوخی صحبت میکنیم چون که مسیحیت زیباست و شیرینه. دعا میکنیم که شما در اون شیرینی لذت ببرید. ما در طول هفته باز هم منتظر تماس ها ایمیل های شما هستیم، پاسخگوی شما خواهیم بود. به قول معروف حتی اگر صحبتی داشته باشین، تلفنی داشته باشین، میتونین در ساعت های زنده همونطور که به قول معروف هر هفته انجام میشه تماس بگیرین و سوالاتتون رو با ما بپرسین. همونطور که ادوین گفت اگه بدونیم جواب میدیم. خیلی ممنون از اینکه امروز با ما بودید و از فریبرز عزیز که امروز در برنامه خودشون. سپاس. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. روز خوش. شب بخیر.